سرخ راموس به بازی با شاختار رسید. خبر خوب برای زیدان و هواداران رئال مادرید. کومان، زیدان، تقابل جذاب الکلاسیکو بازها، ستاره های قدیم سر مربیان جدید. صحبتهای دو سر مربی منچستر یونایتد و پیسچی قبل از بازی. مسی، خسته و مسین، زمان تجدید نظر کومان نرسیده است. کاپیتان رئال مادرید امروز با هم تیمی‌هایش تمرین کرد تا نشان دهد مشکلی برای بازی چهارشنبه مقابل شاختار ندارد. سرخو راموس، کاپیتان رئال مادرید، روز شنبه در شکست خانگی برابر کادیس تنها یک نیمه در میدان بود و به دلیل مصدومیت جای خود را به ادر میلیتائو داد. راموس با کیسه یخ روی زانویش از روی سکوها نظاره‌گر تلاش هم تیمی‌هایش شد و بلافاصله نیز موج از نگرانی‌ها در میان هواداران رئال مادرید ایجاد کرد. مصدومیت راموس با فاصله یک هفته تا ال کلاسیکو بدترین خبر ممکن برای دوستداران رئال مادرید بود. روز گذشته پس از بررسی های پزشکی مشخص شد که راموس دچار مصدومیت نشده و صرفا یک هفتگی ساده بوده است. راموس روز گذشته زیر نظر فیزیوتراپ ها قرار داشت و تمرین نکرد، ولی خبر خوب برای رئال ها این که امروز بدون مشکل در تمرین حاضر شد و پا به پای هم تیمی هایش تمرین کرد تا مشخص شود برای بازی چهارشنبه مقابل شاختار مشکلی نخواهد داشت. آخرین بازی بدون سرخی راموس برابر منچستر سیتی بود، با برتری 2-1 سیتیزن ها و حذف رئال مادرید از لیگ قهرمانان همراه بود. رئال امسال در گروه دشوار قرار گرفته و پیروزی بر شاختار در بازی خانگی کاملا حیاتی است. بدون شک حضور راموس در قلب خط دفاعی می تواند نقطه اطمینان بخش برای رئال مادرید باشد، اما این خطر نیز وجود دارد که با فاصله 3 روز ال کلاسیکو مصدوم شود و این بازی حساس را از دست بدهد. اکنون باید دید در نهایت تصمیم زیدان چگونه خواهد بود. لیونل مسی با 33 سال سن همچنان بدون استراحت در همه بازی های بارسلونا ثابت است. شاید بهتر باشد سرمربی جدید بارسلونا این روند را تغییر دهد. لیونل مسی در بازی سوم فصل بارسا برابر سویا بازیکن دونده نشان داد که تا آخرین ثانیه ها برای زدن گل برتری خط دفاعی سویا را آزار داد، اما در بازی با خطافه آمارها نشان میدهند که فوق ستاره آرژانتین یک از کمکارترین ها در میدان بوده است. هرچند در دقیقه پایانی درون محوطه جریمه ضربه به توپ زد که میتوانست گل تساوی بارسا باشد، اما در مجموع مسی کمتر از انتظارها نشان داد. او در تمام طول بازی 30 پاس درست داد، در حالی که گونزالس بازیکن 17 ساله بارسا در 60 دقیقه حضورش در زمین بارسال 29 پاس حضور چشمگیری در برنامه‌های هجومی تیمش داشت. این روزها یک بار دیگر بحث استراحت دادن به لیونل مسی مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد که رونالد کومان همچنان با این عقیده نیست. او پس از شکست خطافه در مورد مسی گفت: مسی اگر بازی نکند خسته می‌شود. او اگر مشکل پزشکی نداشته باشد می‌تواند 4 بازی در طول یک هفته انجام دهد. آمارها ما چیز دیگری را نشان می‌دهد. درصد دوندگی مسی در بازی با خطافه شدیداً افت کرد و این نشان می‌دهد او با 33 سال سن بهتر است در برخی بازی‌ها روی نیمکت بنشیند و استراحت کند. سفر طولانی به آرژانتین و بولیوی برای دو بازی ملی و سپس بازگشت به اسپانیا باعث تحمیل خستگی مضاعف به مسی شده بود. بسیار انتظار داشتن او برابر خطافه کار را از روی نیمکت شروع کند. مسی بهترین قاتل نیمه های دوم در میان بازیکنان حاضر در لالیگا است و در مجموع وقت نیمه دوم وارد زمین شده توانسته 24 گل به ثمر برساند و تنها خولیو سالیانس و دی پاولو با 28 و 27 گل در این زمینه بهتر از او عمل کردند. مسی در مقطع از فصل که بارسا 3 بازی در 7 روز برگزار خواهد کرد برای درخشش نیاز به استراحت بیشتر دارد و شاید کومان در عقاید خود تجدید نظر کند. او فصل گذشته 31 گل در همه رقابت ها به ثمر رساند که 7 تایش در زمین حریفان بود و تنها 3 تایشان نیز تعیین کننده در نتیجه نهایی بودند. رونالد کومان و زینتون زیدان سرمربیان دو تیم بارسلونا و رئال مادرید سابقه درخشان در بازی های ال کلاسیکو داشتند. سرمربیان دو تیم بارسلونا و رئال مادرید هر دو در نوع خود جزو افسانه های ال کلاسیکو محسوب می شوند. رونالد کومان و زیندن زیدان به عنوان بازیکن و مربی در مجموع 30 حضور در ال کلاسیکو داشتند و قطعا از اهمیت این مسابقه حساس آگاه هستند و میدانند برای موفقیت در آن به چه چیزهایی نیاز هست. با این همه دیدار هفته آینده اولین تقابل دو نفر روی در روی یکدیگر محسوب می شود. رونالد کومان در سال 1989 به بارسلونا پیوست و در اولین فصل خود در این تیم با غلبه بر رئال مادرید در فینال قهرمان جام حذفی شد. شاید بهترین گل او در لالیگا سال 1994 زده شد که با یک ضربه آزاد از راه دور در پیروزی 5-0 بر رئال مادرید در نوکم به ثمر رسید. این هلندی در 11 مسابقه ال کلاسیکو در لالیگا 5 گل به ثمر رساند،
که نشاندهنده توانایی او در گزینه بود و باعث شد کومان کار خود را به عنوان بهترین مدافع گزینه تاریخ فوتبال جهان با 253 گل با باشگاه و تیم ملی و برترین در بارسلونا به پایان برساند. او همچنین بهترین مدافع گزینه تاریخ لالیگا بود، تا اینکه نهایتاً فصل گذشته سرخ راموس رکورد وی را شکست. زیدان اما 7 بار به عنوان بازیکن در لالیگا با بارسلونا روبرو شد. کاستیلان 2 پیروزی 2 شکست و 3 تساوی بود. او همچنین در پیروزی 4 بر 2 کاکاشان ها مقابل بارسایی که بازیکنان نظیر رونالدینیو و ساموئل اتو را در اختیار داشت گلزنی کرد. زیدان همچنین در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا نیز در بازی رفت مقابل بارسا گلزنی کرد تا زمینه ساز حضور تیمش در مسابقه فینال باشد. اما فینالی که مقابل لیورکوزن برگزار شد و زیدان آن گل استثنایی و تاریخی را وارد دروازه تیم آلمانی کرد. زیدان به عنوان مربی اما افتخاراتی بیش از آن چیزی که هواداران رئال مادرید تصور میکردند برای این تیم به ارمغان آورد. از جمله به عنوان قهرمانی لالیگا سال 2017-2020 و سه قهرمانی پایپای در لیگ قهرمانان از سال 2016-2018. از زمان بر عهده گرفتن مسئولیت رئال مادرید در سال 2016 برای تیم میدوان ادعا کرد که او در حال حاضر موفق‌ترین مربی تاریخ در رئال مادرید هست، زیرا زیدان این باشگاه را با 11 جام بزرگ رسانده است. توخل سرمربی پاریس سن ژرمن معتقد است که تیمش مقابل منچستر یونایتد کار دشواری پیش رو خواهد داشت. در یک از جذابترین بازی های هفته اولی لیگ قهرمانان اروپا فردا شب پاریس سن ژرمن در پارک دو پرنس میزبان منچستر یونایتد خواهد بود. شاگردان توماس توخل فصل گذشته یک از بهترین تیم های رقابت ها بودند و به فینال چمپیونز لیگ نیز راه یافتند، اما در ایستگاه پایانی مقابل بایرن مونیخ آماده شکست خوردند تا دستانشان از کسب جام کوتاه بماند. توماس توخل پیش از بازی فردا تیمش مقابل منچستر یونایتد گفت: بدونید که اصلا خاطرات خوبی از منچستر یونایتد ندارم. دو فصل پیش ما در اولترافورد نتیجه خوبی گرفتیم و معنیتاً حذف شدیم. با این حال فصل گذشته ما لیگ قهرمانان فوق‌العاده را پشت سر گذاشتیم. اکنون یک چالش دیگر پیش رو داریم و نباید به فصل گذشته فکر کنیم. ما باید به تمام مشکلات غلبه کنیم و نشان دهیم که چه کارهایی می توانیم انجام دهیم و به طور کلی لیگ قهرمانان فصل جدید را با 0 امتیاز شروع کنیم. همچنین باید بگویم که بازیکنان نیز از تمرکز لازم برای این مسابقه برخوردار هستند. یعنی ادینسون کاوانی در پی اس جی بهترین گلزن تاریخ پایان فصل گذشته از این تیم جدا شد و در آخرین روزهای نقل و انتقالات تابستان به منچستر یونایتد پیوست. مهاجم اوروگوئه باید فردا شب مقابل تیم سابق خود قرار گیرد. توخل در این باره گفت: او بخش از تاریخ ما را نوشته است. کاوانی بازیکن بزرگ است و دفاع در برابر او کار دشواری خواهد بود. او میتواند تفاوت ها را ایجاد کند و ما برای تقابل برابر او آماده خواهیم شد. البته لازم به ذکر است که ساعت پیش مشخص شد ادینسون کاوانی منچستر یونایتد را در این مسابقه همراهی نخواهد کرد. سرمربی آلمانی پاریس سن ژرمن درباره پل پوگبا نیز گفت: پل پوگبا یک از بهترین هافبک‌های دنیا محسوب می شود، اما آنها یک ستاره کلیدی دیگر به نام برونو فرناندز را نیز در اختیار دارند. به طور کلی فکر می کنم منچستر یونایتد یک از بهترین تیم‌های دنیا در فاز هجومی محسوب می شود. و ما در آن سوی دیگر سولشار سرمربی منچستر یونایتد ادعا داشت پیروزی سال 2019 تأثیری در بازی فردا ندارد. در همان ماهای ابتدای حضور اولای گونار سولشار روی نیمکت یونایتد بود که این تیم در دیدار دراماتیک شکست 2-0 خانگی برابر پاریس سن ژرمن را جبران کرده و با برتری 3-1 در پاریس راهی دور بعد شد. حالا و در راستای تقابل دو تیم اولای گونار سولشار این دیدار را مربوط به گذشته میداند و معتقد است شرایط دو تیم تغییر کرده است. سرمربی منچستر یونایتد گفت: ما چند بازیکن را در اختیار نداریم و جسی لینگارد و اریک بایی با ما به پاریس سفر نکردند. امیدواریم بازیکنان مصدوم یونایتد مدت زیادی از میدان دور نباشند. ادینسون کاوانی به چند روز تمرین بیشتر نیاز دارد تا بتوان به قرار دادن او در ترکیب فکر کرد. امیدوارم هری مگوایر، اریک بایی و میسون گرین‌وود هم زودتر قادر به بازگشت باشند، اما در این مورد مطمئن نیستم. برونو فرناندز عملکرد خوبی در ترکیب یونایتد داشت و آمارها هم بیانگر عملکرد او هست. امیدوارم هری مگوایر در بازی بعدی قادر به همراهی منچستر یونایتد باشد. اما کاپیتان ما در بازی فردا شب در حال حاضر کنار من نشسته و برونو فرناندز فردا شب بازوبند یونایتد را بر بازو خواهد بست. البته که پیروزی 3-1 در سال 2019 برای ما بخش از تاریخ و مربوط به گذشته است، اما نتیجه هیچ تأثیری در بازی ندارد. ما تیم متفاوت هستیم، آنها نیز فرق کردند و این یک مرحله متفاوت از لیگ قهرمانان هست.